اگر از من سوال کنید که مهمترین وقایع تاریخ مردم ایران در دهه های اخیر تا اونجایی که به سرنوشت خلق و آزادی در ایران مربوط میشه چیه؟ من بدون تردید جواب میدم اولا نجات جان مسعود در نتیجه یک مبارزه بین المللی به رهبری شهید کاظم رجوی یادش بخیر و ثانیاً آزادی مسعود از زندان در 30 دی ماه سال 1357. واقعا این پاسخ به هیچ وجه ناشی از این واقعیت که من و ما مجاهدین هممون عاشق مسعود هستیم نیست، بلکه این موضوع رو من مسئولانه به دلیل درک روشن و به خصوص تجربه مستقیم خودم که از خلال 43 سال نبرد با دو دیکتاتور در بالاترین سطوح مسئولیت در سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت در زندان و بیرون زندان، در خارج و داخل کشور به دست آوردم میگم. و در واقع میتونم ادعا کنم که برای من علم الیقینه. واقعا مایلم که در ثبت شدن این حقیقت در تاریخ نبرد خلقها و خلق خودمون به سهم خودم نقش داشته باشم. من فکر میکنم امروز حتی بسیاری از کسانی که سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت مردم ایران رو از نزدیک نمی‌شناسند و از دور جریاناتی رو که در میهن ما می‌گذره نظاره می‌کنند، در جایگاه والای مسعود در امر رهبری مقاومت مردم ایران برای آزادی، به خصوص در سرفصل‌ها و سرپیچ‌های مربوط به حرکت مردممون به پیش تردید ندارند. با این حال من مایلم نکاتی رو بگم و وقایعی رو امروز ذکر بکنم که خودم شخصا شاهد آن بودم، یعنی در واقع تجربه شخصی خودمه. اگر خلاصه کنم، این واقعیت در مورد مسعود در یک کلام چیزی نیست غیر از بروز عالی ترین سطح از کیفیت رهبری کردن، به خصوص در سرفصل‌ها و سرپیچ‌های تاریخچه سازمان مجاهدین، شورای ملی مقاومت و نبرد مردم ایران برای حاکمیت آزادی و دموکراسی در میهن اسیرمون ایران. ببینید، به هر دلیل مسعود عالی ترین توان رو در تشخیص تضاد و مشکل اصلی، تأکید میکنم تشخیص مشکل اصلی و تضاد اصلی و ارائه عالی ترین راه حل ممکن برای اون تضاد در امر رهبری مبارزه مردم ایران برای آزادی خواهی داره و این امر در جا جای تاریخچه سازمان ما شورای ملی مقاومت و همینطور نبرد خلقمون برای آزادی خودش رو نشون داده، نه یک بار و دو بار، بارها و بارها. هرچند که تشریح این موضوع شاید مشکل باشه در این فرصت، ولی من واقعا میگم وقتی به نهج البلاغه مراجعه میکنم، به دلیل اینکه مولا علی خودش عالی ترین تراز رو در رهبری در تاریخ بشریت ثبت کرده، احساس می‌کنم که اون
این ناتوانی های من و ما رو در توصیف و تشریح این امر راجع به مسعود و پاسخ به سؤالی که در جستجوش هستم و هستیم، به خصوص در خطبه 86، اونجایی که به بیان صفت رهبری شایسته برای مردم میشینه، ذکر کرده. راستش رو بخواین، من وقتی این خطبه رو میخونم احساس میکنم علی علیه السلام سیمای مسعود رو ترسیم میکنه. آری، در مسعود تقوای رهایی بخش به معنای حرکت نکردن با سمت خود به خودی باد در درون سازمان و در بیرون سازمان و در صحنه نبرد سیاسی یک صفت بارز و عالیه. و در این حال مایه گذاشتن از شخص خودش و متقابلا نپرداختن مطلق از اصول، این خصوصیت در مسعود بارزترین ویژگیه و من فکر میکنم این خصوصیتی که اونو قادر میکنه سختترین تصمیم ها رو بگیره. البته بدون تردید این تصمیم ها که گفتم قیمتش رو همیشه هم اول از خودش داده، نتایجش، منافعش، نصیب سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت و مردم ایران شده. البته همونطور که گفتم این تصمیم گیری ها در این حال سهمگین ترین فداها رو از مسعود طلبیده و می طلبه و بالاترین فشارها رو روی شخص اون وارد کرده. اینجا من لازم می دونم واقعا یادآوری کنم که تمامی این صفات در این حال در شخصیه که برخوردار از انسانیت و عواطف انسانی، عواطف سرشار انسانی در عالی ترین سطح اونه. شاید با این حرف بتونم خوب اینو برسونم. در آغاز حاکمیت خمینی وقتی ما میشستیم صحبت میکردیم در مرکزیت سازمان، در موضع تصمیم گیری، وقتی خمینی هنوز دستش به خون مردم آلوده نشده بود، مسعود حتی خیر و سعادت خمینی رو میخواست. میگفت، واقعا میگفت، میگفت آرزوم این هستش که خمینی که به هر حال در موضع رهبری مردم برای سردگون کردن شاه قرار داشته، بتونه جای خودش رو در تاریخ مردم ما به عنوان یک پدر، به عنوان کسی که مورد احترام بوده، حفظ کنه و خیر دنیا و آخرت رو داشته باشه. متاسفانه خمینی نخواست. بی دلیل نبود که ما در نامه هامون خمینی رو پدر خطاب بکردیم. میخواستیم که این چنین با ملت ایران رفتار بکنه. ولی متاسفانه خمینی خواست که دیو و خونخوار و جلاد مردم ایران. درباره اون چی که گفتم، یعنی نقش مسعود در سرفصل‌ها و سرپیچ‌ها، من یک نگاه خیلی گذرا می‌کنم به دوران شاه. به نظر من مسعود دو بار به طور روشن که از نزدیک همونطور که گفتم شاهد بودم، سازمان رو و البته به تبعش مبارزه مردم ایران رو با توجه به جایگاه سازمان مجاهدین از سرپست و از سرپیچ بسیار خطرناک و حائلی عبور داد. بار اولش بعد از ضربه 50 بود. من البته همونطور که همیشه گفتم این افتخار رو نداشتم که مسعود رو بیرون زندان بشناسم. اونو اولین بار در زندان اوین دیدم. یادم میاد که بعد از دوره بازجویی ها همه ما رو به استثنای
شهید بنیانگذار کبیر محمد حنیف نژاد و رسول مشکیم فام رو در یک عمومی جمع کرده بودند. محمول از سواک تجربه داشت که بعد از ضربات اعضای سازمان رو در تمامی سطوح یک جا جمع بکنه، البته کار خودش رو هم کرده بود، بالاترین سطح یعنی محمد رو نیاورده بود، تا به زعم خودش اختلافات داخلی و تضادهای ناشی از ضربه شروع به رشد بکنه. موضوع طبعا اصلی در اون جمع مجاهدین که مرکزیت سازمان من جمله جوانترینشون مسعود حضور داشت، شهید علی میهندوست، ناصر صادق و دیگران و دیگران، این بود که برای تجربه سازمان و ادامه راهش علت ضربه رو بررسی کنند و به خصوص این رو به بیرون منتقل کنند. همه می دونند که زیر ضربه اونی که اول از همه سربریده میشه نقاط قوت این جریان خود به خودیه. من البته اون موقع یک عضو بسیار جوان و جدید بودم، ولی در این حال در بحث ها شاهد بودم و تا اونجایی که خب می دونستم مشارکت می کردم. دو نظریه اونجا وجود داشت. یک نظریه که من شاهد بودم مسعود ازش دفاع می کرد و یک نظریه خود به خودی که خیلی ها پشتش کشیده می شدند. نظریه که مسعود ازش دفاع می کرد می گفت ما ضربه نظامی از دشمن خوردیم، باید علت رو در ضعف‌ها و قوت‌های نظامی، امنیتی، ساختاری خودمون جستجو کنیم. فراتر از این رفتن و در این فضا به نقد و زیر علامت سوال بردن داشته‌ها و نقاط قوت به نفع سازمان مجاهدین نیست و برندش دشمنه. اون جریان خود به خودی همون جریانی بود که بعدها با عمل زدگی و با فراموشی نقاط قوت ایدئولوژیک، استراتژیک، تشکیلاتی مجاهدین، علارغم اینکه اون موقع جنبه مغلوب پیدا کرد، وقتی در بیرون زندان که مسعود حضور نداشت فرصت جولان پیدا کرد، جریان کودتاگر به اصطلاح اپورتونیستی چپنما از درون اون سر در آورد و با سازمان همون کاری رو کرد که میدونیم. ولی در اون بره و در اون مقطع این درایت و این هوشیاری و به نظر من این تقوای انقلابی بود که مسعود با اون تونست سازمان ما رو از یک نقطه حساس و یک نقطه سرنوشت ساز عبور بده. نقطه بعدی و موضوع بعدی که باز هم من هم در معرضش بودم و هم برخوردار از نعم هدایت آنچه که مسعود کرد، ضربه و کودتای اپورتونیست های چپنما بود. همونطوری که در شروع گفتم، باز هم فهم، توان و تقوای ایستادن در مقابل جریان ها و اندیشه ها و گرایش های خود به خودی. شگفت انگیز این بود که کودتا رو اپورتونیست های چپنما که به اصطلاح خودشون رو مارکسیست می نامیدند انجام داده بودند. ضربه از سمت اونها آمده بود و سازمان رو در واقع در بیرون که نابود کرده بود و آثار مخربش همه جا دیده می شد. ولی هنر رهبری مسعود و تشخیص درست و صحیحش این بود که
در اون مرحله گفت و پای این ایستاد که تهدید برای سازمان مجاهدین و تمامی نیروهایی که با نام اسلام مبارزه می کنند از راست ارتجاعی و به قول امروز از جریان بنیادگرای مذهبیه. مسعود در نتیجه این تشخیص صحیح و ایستادن پای این حرف واقعا خودش و تنها خودش در مقابل هر نوع گرایش انحرافی ایستاد، چون یقین داشت و باعث شد که همه ما در تمامی سطوح وارد مسیر صحیح بشیم. به این ترتیب بار دیگه سازمان مجاهدین خلق ایران نجات پیدا کرد و البته همونطور که دیدیم نتیجه این موضع صحیح و به خصوص کشف و فهم خطر جریان ارتجاع و به اصطلاح راست ارتجاعی تحت نام اسلام چه نتایج مبارک و عظیمی برای جنبش خلق ما برای آزادی بعد از حاکمیت آخوندها داشت. واقعا باید بگم مسعود تونست سازمان ما رو برای ورود در مرحله خطیر و آزمایش بزرگ دوران خمینی که متاسفانه تقریبا همه در اون آزمایش شکست خوردند آماده بکنه و از اون شر، از اون ضربه و از اون کودتا عالی ترین خیر رو برای مجاهدین خلق و برای مردم ایران به دست بیاره. باز هم در امر رهبری و هدایت سازمان مجاهدین و جنبش آزادی خانه مردم ایران به روشن‌ترین وجه بعد از سرکار آمدن خمینی نقش مسعود بارز میشه، نقشی بی‌بدیل، روشن و تعیین کننده. ممکنه خیلی از هموطنان جوانمون اون روزها رو ندیده باشند و از چهره خمینی و دار و دسته آخوندها فقط اون چی رو که امروز در صحنه داخلی و بین المللی هست ببینند، چهره خونریز، ستمگر و دیکتاتور که فقط کارش نابودی هست و نسله. اون موقع خمینی بعد از سردگونی شاه واقعا همونطوری که به طور سمبولیک گفته میشه در نظر توده های وسیع و عظیم مردم، اکثریت مطلق مردم در ماه دیده میشد. کسی جز مدح و ستایش کاری نمی کرد. اینجا بود که اولین موضع گیری و بیان مواضع سازمان مجاهدین در همون پایان سال 1357 در دانشگاه تهران از طرف مسعود واقعا نوری بود درخشان که سمت و مسیر آینده سازمان و خلق ایران رو مشخص و روشن میکرد. اون میدونست، ولی اینکه خیلی از ماها نمیدونستیم، که خمینی چه قیمتی بابت این موضع‌گیری خواهد گرفت از سازمان مجاهدین و از خود مسعود. ولی بدون ذره‌ای تردید این موضع‌گیری رو اعلام کرد و خطوط اصلی و مواضع اصلی ما رو که در مرکزش اهمیت امر آزادی و نقش آزادی و حاکمیت ملی قرار داشت رو به بلندترین صدا بیان کرد. تشخیص داد
به روشنی که وقتی ارتجاع مذهبی حاکم شده، مبرمترین امر، امر آزادی و دموکراسیه. مسعود در اون نقطه فریب دو دجالیت و دو جو خود به خودی که اتفاقا بسیار بسیار حاکم و در این حال مورد ستایش بود رو نخورد: اسلام پناهی و ضد امپریالیست بازی، دو سلاح سهمگین دجالیت که خمینی وارد میدان کرده بود تا نبرد خلق ما رو در همون آغاز به خون بکشه و نابود بکنه. هر دو رو کنار زد، ولی این کار رو در این حال بدون جدایی از شرایط عینی جامعه انجام داد، گام به گام، قدم به قدم، ذره به ذره تلاش کرد مردم رو در این مسیر پیش بیاره و اونها رو روشن بکنه. و شاخص این عبارت بود از این که تلاش کرد و موفق شد جبهه‌ای از نیروهای ترقی‌خواه رو سازمان بده و در مقابل خمینی در انتخابات و بیرون انتخابات وارد صحنه سیاسی بکنه. بعد دیگه این رهبری و اداره صحیح امور این بود که به مجاهدین آموخت که برای گذار از این مرحله قیمت رو بپردازند و دم بر نیارند و عکس العمل نشون ندند، عکس العملی جز نشون دادن مظلومیت نسل مجاهد خلق که خودش رو در شلیک نشدن حتی یک تیر در فاز سیاسی نشون میداد، که اگر شلیک شده بود همه چیز رو به هم میریخت و همون چیزی بود که خمینی میخواست، که البته مسعود با درایت مطلق و بینش بسیار عمیق نداد به خمینی. ما اون جاودان آتش رو هرگز اجاقش رو ترد نخواهیم داشت. اگر لازمه که خونهامون مراش نتار بشه بگو بشن. ما باز هم بیشتر و بیشتر شهدای تقدیم خواهیم کرد تا این آتش مقدس هرچی شعیدی میتر بشه. کدام آتش؟ آتش اسلام این بنابی، آتش حقوق خلق، آتش آزادی. یادم هست در اون زمان عبور از این صحنه سیاسی پیچیده اونقدر سخت بود، موضع گیری اونقدر مشکل بود و در واقع درگیر شدن با خمینی با تمام حجم سیاسیش و حمایتی که در آغاز در بین توده ها داشت، که مسعود غالبا کلمه به کلمه موضع گیری ها و اعلامیه ها رو شخصا دیکته می کرد و می نوشت. حتی گاهی از اوقات در اوج بیماری و تب وقتی کلمات به سختی از دهنش در می اومد، این مسئولیت رو رهانه می کرد و هدایت کشتی نبرد مردم برای آزادی رو شخصا در ثانیه به ثانیه سکانداری می کرد. این دو سال گذشت و باز هم ما به سرفصل جدید رسیدیم، 30 خرداد. اینجا نقطه ای بود که اولا مسعود تشخیص داد که دیگه وقتی از تمام ذرات آزادی، تمام اتمام حجت ها، تمام نامه نوشتن ها، افشای نقش چماغداری گذشته و وقتی دیگه خمینی آخرین ذرات آزادی رو سر میبره، دیگه باید اتمام حجت کرد. این همون چیزی بود که
در هیئت تظاهرات بزرگ مردم ایران در 30 خرداد سال 1360 خودش رو نشون داد. اتمام حجت انجام گرفت. ولی در این حال حرکت صحیحی که مسعود انجام داده بود و سازمان رو رهبری کرده بود باعث شد که پایان اتمام حجت، انجام اتمام حجت همراه باشه با بالاترین شق در بالای رژیم، رژیم خمینی، نظام، جدا شدن بنی صدر. البته باید بگم که جدا شدن بنی صدر هم خودش چیز خود به خودی نبود. مسعود کاری سترگ در این دوره انجام داد تا در این نقطه تاریخی این شق در بالای رژیم شکل گرفت. راه بنی صدر رو به سمت آزادی و به سمت به قول ما چپ و جدایی از خمینی باز کرد، صادقانه. البته اگر بنی صدر میخواست میتونست رستگار بشه، میتونست سرفراز بشه. گفتم که مسعود خیر همه رو میخواست، خیر بنی صدر رو هم میخواست. ولی به هر حال برای مردم ایران و برای جنبش آزادی خانه مردم این رو داشت که در اون نقطه رژیم در بالاترین سطح شقه شد. ولی به نظر من تشخیص دیگه بسیار صحیح مسعود عبارت بود از این که درک کرد که در افتادن با دیو جماران فدای معمول و آنچه که حتی مجاهدین تا اون روز به اون عادت داشتن در زمان شاه رو نمی طلبه، چیزی فرای اون. یادم میاد در مرکزیت این امر خودش رو برای اولین بار در کلمه حرکت عاشوراگونه نشون داد. پیشا پیش البته این نسل رو، نسل مجاهد خلق رو آگاه کرد که اگر میخواهید وظایف انقلابی و مجاهدی خودتون رو به دوش بکشید باید وارد میدانی بشید که در اونجا میبایست بپذیرید ورود در صحنه نبرد، انجام وظیفه تاریخی، قیام در مقابل ظلم، کلمت و حق عند امام جائر ولو به قیمت نابودی تمام سازمان. اگر این روحیه و این عزم در مجاهدین نبود ما امروز اینجا نبودیم، امروز اشرفی نبود، فروغ جاویدانی نداشتیم، فروغ اشرفی نداشتیم. این منش و این سنت که البته مسعود نویسنده کتاب راه حسین پلی بود برای عبور اون این سنت از امام حسین به سربازان امام حسین در دوران ما، به مجاهدین خلق، ما رو قادر کرد با نگرشی درست و آمادگی برای پرداخت بها وارد این راه بشیم. برای آن کس که میخواست با شرف زندگی کند و با شرف بمیرد، به راستی چه چیز متصور بود؟ همه چیز کلمات بی محتوا بود، اما تو بودی که به کلمه مجاهد خلق محتوا بخشیدی. فقط تو. چه خط مشی جز خط مشی عاشورایی جواب داشت؟ وقتی که دیو خوناشام تنوره می کشید، وقتی که دجال همه راه ها رو بر ما بسته بود و اجتماعا و سیاسا ما رو در محاصره قرار داده بود و دجالگری بود و دجالگری و ظلمت و جاهلیت و تباهی و جنگ، هرچه نظر کردیم و اندیشه کردیم هیچ خط مشی جز خط مشی تو پاسخ نداشت. پس تو رو تجربه کردیم، گفتیم که عاشوراوار با کلمه حسینی این بود که به ما محتوا و اعتبار بخشید و
و الا چه بودیم؟ نابود و نفرین می شدیم مثل همه جریانات، و افراد نابود شده و نفرین شدیم، مردار و در لجنزار، اما تو پاکمون کردی. من ذره بودم، ز کوه بیشم کردی، درمانده بودم، از همه پیشم کردی. درمانده بودم، از همه پیشم کردی. سرفصل دیگه بلا فاصله بعد 30 خرداد که به نظر من باز هم امروز به خصوص با توجه و آنچه که در قیام مردم کشورهای مسلمان و عرب با عنوان بهار عرب روشن شده خودش رو باز هم به بارزترین شکل نشون میده، پایه‌گذاری آلترناتیو سیاسی پس از آغاز نبرد مسلحانه مردم ما و مقاومتشون در مقابل رژیم ضد بشری خمینی بود. همون موقع مسعود میگفت، بعدها در جنبندی نبرد مسلحانه خلقمون هم ذکر شد، ضرورت تأسیس یک چتر سیاسی که حاصل خون و تلاش و به نظر من تمامی ذرات تلاش مجاهدین خلق ایران و رزمندگان آزادی و آزادی خواهان مردم ایران، چه بدونند و چه ندونند، در این چتر و در این نهاد سیاسی و در این آلترناتیو جمع میشه، متکاسف میشه و به صورت یک سلاح برای سیاسی در مقابل رژیم ضد بشری خمینی قرار میگیره. و البته مسعود این رو که تشخیص داد، به نظر من طبق اونچه که در شروع سخن گفتم، برای تحققش عظیمترین قیمت رو حاضر شد بپردازه. چیزی که من بارها گفتم، همه اعضای مرکزیت سازمان هم شاهدند، هیچ کدوم ما واقعا جرأت تصویبش رو نداشتیم. پرواز بزرگ، آمدن به فرانسه با یک هواپیما و نه به طور عادی. این پرواز بود که البته به نظر من به لحاظ حفاظتی ضد حفاظت و البته به لحاظ سیاسی اوج هوشیاری و عالی ترین مصالح خلق رو در خودش داشت، چرا که جنبش آزادی خانه خلق ما رو قادر کرد آلترناتیو سیاسی خودش رو نه به صورت آغاز از صفر بلکه آغاز از صد در پاریس به نظر من پایه‌گذاری بکنه. ورودی به پاریس در شأن یک آلترناتیو برای جنبش مردم ایران، واقعاً ما حتی جسارت فکر کردن به اون رو نداشتیم و من هنوز هم هر وقت فکر میکنم به قول معروف احساس میکنم که زبان از بیان خطیر بودن این تصمیم عاجز و ناتوانه. این سرفصل گذشت، ولی امروز که ما به صحنه سیاسی و بین المللی نگاه میکنیم، بیش از پیش میفهمیم که چه کار عظیمی در اون نقطه انجام گرفت. تکرار میکنم، قبل از هر چیز ذخیره خون شهدا. سرفصل دیگه
و نقطه بسیار بالا بلند دیگه در رهبری سیاسی مسعود، برخورد اون با جنگی بود که معروف شده به جنگ بین ایران و عراق، و در واقع البته بعد از فاز اولش فقط رژیم خمینی و آخوند خمینی بود که خواستار اون بود. از شعار صلح تا پرواز به عراق و به بغداد برای تسلیح آزادی بخش، و البته به نظر من در بن و بنیاد مهمترین قسمت اون تصمیم سیاسی و فهم درست در رابطه با جنگ بود. اون موقعی که باز هم همونطور که گفتم مثل همه سرفصل‌ها جریان خود به خودی جرأت تصمیم گیری راجع به جنگ رو به هیچ کس نمیداد. فراموش نکنیم که رئیس جمهور شورای ملی مقاومت اون روز بنی صدر جلوی چشم ما معتقد بود که پاسدارهایی هم که در جنگ با عراق کشته میشن شهید به حساب میان، مثل مجاهدین و مثل رزمندگان آزادی که در زندانها شکنجه میشن و شهید میشن یا اعدام میشن. اینقدر این جو سنگین بود و اینقدر این گرایش خود به خودی و به نظر من گاهی شوونیستی حاکم، ولی مسعود بیش از هر چیز به این میاندیشید که مردم ما، جوانان ما چطور دارن در تنور جنگ میسوزند، بچه های مدرسه چطور به عنوان مینروب ازشون استفاده میکنه خمینی، و چطور این جنگ جهنمی بقای حاکمیت شیطان جماران رو تأمین و تضمین میکنه. تردیدی نکرد که منفعت مردم در صلح، و مستقیم به سمت اون حرکت کرد و خوشبختانه شورای ملی مقاومت رو علارغم چنین موانعی که گفتم در این راستا رهبری کرد. به نظر من این بروز عالی ترین سطح تقوای سیاسی در مقابل جریان‌های افراطی و شوونیستی و البته خمینی‌گرا بود، ضمن اینکه عالی‌ترین سطح شجاعت سیاسی رو هم در امر رهبری سیاسی به نمایش گذاشت. در افتادن با چنین دجالیت‌هایی کار هر کس نیست. این قدم یعنی ابتکار صلح با پرواز، با اون پرواز تاریخ ساز، واقعا تاریخ ساز، به اوج خودش رسید. از همون نقطه بود که به طور مادی و عینی ریختن جام زهر به کام خمینی دجال شروع شد، چرا که پایه های نابود کردن جنگ ضد میهنی خمینی با این پرواز گذاشته شد. البته در تأسیس ارتش آزادی بخش به بلوغ خودش رسید، ارتشی که به طور مادی و عینی و نظامی و استراتژیک جام زهر رو به کام رژیم خمینی و شخص خمینی ریخت. به نظر من البته در عالی ترین سطح آنچه که راجبش صحبت میکنیم امر رهبری، و اینجا دیگه رهبری آرمانی، ایدئولوژیک و البته سیاسی و به نظر من انسانی، انقلاب ایدئولوژیک و نقش رهبری کننده خود مسعود در این انقلاب. واقعیت رو بخوام بگم، به نظر من حماسه مسعود در انقلاب ایدئولوژیک هنوز یک حماسه ناشناخته است، چرا که
عالی‌ترین پرداخت به خاطر قیام به وظیفه ایدئولوژیک و سیاسی و تشکیلاتی در تاریخ مردم ما از طرف یک رهبری با شجاعت بی‌نظیر تحقق پیدا کرده. البته امروز شاید چون لااقل بخش کوچکی از معما حل شده فهمش کمی آسان‌تر باشه. امروز که به یمن این انقلاب علاوه بر شخص رئیس جمهور برگزیده مقاومت که به قول خود مسعود جوهر بهار در عالی‌ترین نقطه شاخسار تاریخ مردم ایران قرار داره، علاوه بر اون نسلی از زنان مجاهد خلق اعضای شورای رهبری سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران به مثابه یک دست توانا و هدایت کننده در سراسر جهان سازمان مجاهدین و به نظر من جنبش مقاومت رو اداره و رهبری می کنند و ما از نعم چنین رهبری برخوردار هستیم، شورای رهبری. خب شاید تا حدی فهم انقلاب ایدئولوژیک آسان‌تر شده باشه. راستی این چه راز و رمزیه برای نسل ما که در این دنیای پرفتنه سیاسی و ایدئولوژیک و میهنمون با این همه تضادها و مسائل قادر شده و قادر یک پارچه و متحد تشکیلاتی داشته باشه گسترده در سراسر جهان، از خیابونهای میهنمون شهرهای مختلف تا عراق و اشرف و لیبرتی و تا این کشور و اون کشور، از آمریکا تا سوئد تا همه جا. راستی این چه رازیه که ما این چنین سرفراز و متحد و پیروزمند سازمان مبارز و انقلابیمون رو داریم؟ یک نگاه کافیه ببینید میوه ها و محصول های انقلاب ایدئولوژیک زنان مجاهد خلق شایسته و بایسته پرتوان توانمند برخوردار از عالی ترین سطح توان رهبری ایدئولوژیک سیاسی و اجرایی و تشکیلاتی دارن این امر خطیر رو پیش میبرند. من به عنوان یک برادر مسئول که تقریبا در جریان همه چیز هستم و فکر میکنم برای همه ما برادران مسئول، امروز دیگه نه فقط به لحاظ ایدئولوژیک تشکیلاتی بلکه به لحاظ سیاسی و اجرایی اصلا تصور نمیتونیم بکنیم، قابل فکر کردن نیست که اگر سازمان ما از چنین نعمتی برخوردار نبود کجا بود. انا اعتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ولی باور کنید هر جا که نعمت خیلی بزرگی داریم، ما سازمان مجاهدین و خلق ما یک جایی قیمت سهمگینی رهبری و به طور تیز و مشخص خود مسعود با عالی ترین سطح تقوا و شجاعت قیمت شو پرداخته. این یعنی انقلاب ایدئولوژیک، این یعنی سال 64، اون طلاق و ازدواج، اون گام بزرگ و اون فراتر از حماسه و خود رو واقعا با تمام وجود به آتش انداختن به خاطر خلق، به خاطر مجاهد خلق، به خاطر آزادی، به خاطر رهایی زنان که مقدمه رهایی ما مردان بود.
داستان همیشگی ماست. در قسمت قبلی راجع به مسئله صلح و جنگ گفتم، یک جا راجع به پرواز بزرگ گفتم و تأسیس آلترناتیو، اینجا در امر ایدئولوژیک. یک جا در سال 54 گفتم، یک جا در زندان اوین گفتم. باید پرداخت. و این چنین بود که با اون پرداخت عظیم، با اون فدای بزرگ، حماسه انقلاب ایدئولوژیک آغاز شد و ما امروز اینجاییم که هستیم. واقعا تراز این رهبری برای نسل مجاهد خلق گشودن دروازه های جامعه بی طبقه توحیدی به روی این نسل بود، چیزی که به خاطرش می جنگیم و به خاطرش جام می دیم و البته به خاطرش هستیم. اگر بخوام به سرعت به فرازهای دیگه اشاره بکنم، در دوران اشغال عراق و البته حمله نیروهای آمریکایی و متحدینش به قرارگاه‌های ارتش آزادی بخش و سازمان مجاهدین، یک شاهکار عظیم و یک تصمیم باز هم به نظر من بقایت شجاعانه و صحیح، دستور عدم شلیک حتی یک گلوله بود و بعد هم پذیرش خلع سلاح. باز هم بعدها که معما حل شد فهم آسان‌تر شد، به خصوص اونجایی که خود مسعود گفت من اسب سوار رو بر اسب و تانک سوار رو بر تانک ترجیح دادم، چون اون خودش میفهمید ارزش نسلی که تربیت کرده، به قول خواهر مریم نسل مسعود، چی هست. چون مثل هر مربی و میتونم اینجا بگم مثل هر مادر مهربانی، این نسل رو در دامن خودش پرورش داده بود، قیمت پرورش یافتن اونها رو خودش داده بود قبل از هر چیزی. پس خیلی خوب بهتر از هر کس ارزش اونها رو میدونست و خدا رو 100,000 مرتبه شکر که در سایه اون درایت و اون فهم امروز ما زنان و مردان مجاهد خلق اشرفی رو داریم به مثابه سرمایه‌ای برای امروز ایران و فردای ایران. من نمیتونم درباره این تصمیم گیری ها از طرف مسعود صحبت کنم و به آنچه که حتی در مقابل موسوی و کروبی کرد و موضعی که گرفت اشاره نکنم. از نظر من اون موضع گیری در عین اینکه یکی از عالی ترین تشخیص های سیاسی و درست ترین و اصولی ترین موضع گیری های سیاسی بود، در عین حال به نظر من نشانه عالی ترین سطح از طهارت سیاسی در خود مسعود بود، دوری از هر نوع گرایش فردی و واقعا فدای مطلق بودن در مقابل مصالح خلق و تقوای عظیم انقلابی و توحیدی که از کسانی مثل موسوی به خصوص و بعد کروبی فقط این رو خواستن که به شعار مردم، یعنی مرگ بر اصل ولایت فقیه، وفادار باش، همه حمایت ما رو داری، و خودش هم در این صف جلوتر از همه ایستاد. و این چگونه امکان پذیره جز از کسی که
به واقع به طور کامل از خود و هرچی که به خود برمیگرده توهی باشه و این بار حتی به هرچی که به سازمان خودش هم مربوط میشه در مقابل امر آرمان و آزادی دل نبنده، اون رو هم در طبق اخلاص بگذاره در مقابل کسی که اون گذشته رو داشت مثل موسوی و آنچنان دستش به خون این نسل آلوده بود. ولی چه باک برای مسعود وقتی که آزادی این پاسخ‌ها از نظر مسعود برای مردم ایران در این تصمیم نهفته است و لازمش این تصمیمه، ولو به قول خودش رفتن و چادر زدن در کنار قبر شهدا در خاوران. بنابراین خلاصه میکنم، به نظر من هرچند که من فرازهایی رو گفتم ولی خودم فکر میکنم واقعا به قول معروف زبان از بیان همه چیز قاصر، اون هم برای شخصی مثل من که به هر حال بخشی از واقعیت ها رو تجربه شخصی کردم. درست به همین دلیل راست شو بخوایم وقتی که در اندیشه خودم از فهم این پدیده تاریخی مسعود وامیمونم، احساس میکنم که مولا علی با آنچه که در نهج البلاغه راجع به صفت و مشخصه های رهبری ذی‌صلاح در خطبه 86 گفته بهتر از هر چیز من رو و دیگران رو میتونه در این امر یاری و یاوری بکنه. مولا علی در خطبه 86 در نهج البلاغه به روشنی میگه ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه فاستشعر الخوف فاستشعر الحزن و تجلب الخوف و ظهر مصباح الهدى فی قلبه و اعد القرآن یومه الناظر به. اولین چیزی رو که مولا انگوش میذاره درباره صفت رهبران ذی‌صلاح اینه که خدا اونها رو بر علیه نفسشون، تمایلات شخصیشون، فردیشون و من اضافه میکنم گروهیشون و سازمانیشون یاری میکنه و یاری کرده. مولا میگه اولین اثر این گام بر پایه تقوا اینه که در وجود این شخص و این عنصر رهبری کننده ترس از مسئولیت و حزن از عدم انجام مسئولیت وجودش رو فرا میگیره، در وجود چنین شخصی رو فرا میگیره و بلا فاصله میگه فظهر مصباح الهدى فی قلبه، شکوفایی چراغ و نور هدایت مصباح الهدى در قلب چنین عنصری محصول این گام بزرگ همراه با تقوا و وارستگیه. و مگر نه اینی که گفتیم و گفتیم و تکرار کردیم که بر سردر مجاهدین، مکتب مجاهدین کلمه فدا و صداقت نوشته شده. در فراز دیگه ای از این خطبه مولا میگه راجع به این افراد و تخلا من الهموم الا همن واحدن انفرد بهی، این شخص از هر هم و غمی، از هر خواست و فکری، از هر تمایل و کششی تهی میشه مگر یک خواست، یک هم، یک غم که به تعبیر مولا با اون هم و غمش تنها میشه، انفرد بهی. فخرج من صفت العما و مشارکت اهل الهوا، این چنینه که از ندیدن و نابینایی خارج میشه، بینا میشه و از همراهی با کسانی که با گرایش‌های
خود به خودی حرکت میکنند جدا میشه. و سار من مفاتیح ابواب الهدا و مغالیق ابواب الردا، اصلا خودش تبدیل میشه به کلید درها و دروازه های هدایت و قفلی بر درها و دروازه های زلالت و گمراهی. فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس، اون وقته که دیگه در ایمان و یقین به راهی که گزیده به دلیل اینکه مبتنی بر یک تقوای عمیق و از خود گذشتگی، راه براش مثل روشنایی خورشید روشنه. و فراز دیگه، قد الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفی الهوى عن نفسه، پیاده کردن عدالت و قسط در جامعه رو بر خیشتن خیش واجب و لازم میکنه، ولی اولین قدمش نفی بی عدالتی درباره خودشه و جاری کردن عدالت راجع به خودش، یعنی سختگیری به خود و پرداختن از خود. یصف الحق و یعمل بهی، اگر از حق صحبت میکنه اول راجع به خودش اونو پیاده میکنه و بعد میگه لا یدع للخیر غایتا الا عمها ولا مظنتا الا قصدها، برای نیکی به خاطر خلق هیچ راه ناپیموده ای نمیگذاره تا دینش حرکت میکنه و حتی اگر جایی گمانی از خیر برای خلق داشته باشه اون رو هم رها نمیکنه. آری، به نظر من مولا بهتر و بیشتر از هر کس تونسته این راهروی واقعی مکتبش رو تشریح و تفسیر و بیان بکنه، ولی به هر حال آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت.